در موزه سه‌بعدی مانیل این هیولای بزرگ دریایی بازدید کنندگان را به وحشت می اندازد. در خیلی از موزه ها بازدید کنندگان از یک فاصله مشخص آثار هنری و باستانی را تماشا می کنند، ولی در این موزه بخشی از آن می شوند. موزه آرتین آیلند یکی از بزرگترین موزه های اینتراکتیو یا فعل و انفعالی در فیلیپین است که بیش از 200 اثر نقاشی که بیشترشان سه‌بعدی هستند را در بر می گیرد. این موزه که در مکان یک ترمینال قدیمی اتوبوس برپا شده شامل 11 بخش است که به بازساخت نسخه سه‌بعدی آثار عهد عتیق مصر، حیوانات و آثار هنری معروف اختصاص داده شده است. این موزه در دسامبر سال 2014 گشایش یافت و آثار سه‌بعدی آن را 4 طراح گرافیک فیلیپینی و 18 نقاش کره‌ای خلق کردند. جول توریست 24 ساله ای از آمریکا است، از ابعاد مختلف این نقاشی ها در حیرت مانده است. شگفت انگیزه، تنها کیفیت نقاشی ها به خودی خودش شگفت انگیزه. بعد اینکه چطوری فکر ابعاد مختلف اونو کردن که با مردم فعل و انفعال داشته باشه، دهنم باز مونده. این یک باز تولید از نقاشی 1901 ادموند بلیر لیتون است. در نقاشی اصلی یک ملکه لبه شمشیرش را بر دوش یک سرباز می‌گذارد و به او لقب شوالیه می‌دهد، ولی در اینجا بازدید کننده به قتل می‌رسد. این موزه در واقع زاویه و دید تازه‌ای به آثار استادان قدیم هنر می‌بخشد. بلایست کومبایا یکی از کارشناسان موزه آرتین آیلند است. آرتین آیلند یک موزه فعل و انفعالی سه‌بعدیه که بازدید کننده ها رو تشویق میکنه که بخشی از آثار هنری باشن. اینجا آثار هنری بدون بازدید کننده ها و عکسشون کامل نیست. و این شامل حال تابلوی معروف ونسان ونگوگ نیز میشه. های بلیت ورودی به موزه آرتین آیلند برای بزرگسالان 11.5 دلار آمریکا و برای دانش آموزان و دانشجویان 9 دلار.